محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن همراه ما هستند. آقای سازگارا، خامنه ای میگه که اولویت دولت جدید اقتصاده، اما از طرفی هم میگه که ارتباط با اروپا در اولویت حکومت نیست و در واقع این تعامل با چین و روسیه هست که در اولویته. آیا با این سیاست خارجی امکانی برای درمان اقتصاد هم وجود داره؟ قطعا نه. یعنی بحث سیاست خارجی که یکی از چهار مشکل اصلی کشوره، اگر ستای دیگرم بخوام بگم، سیاست داخلی و پشت کردن مردم به حکومت که مهم اینه، و بحث فساد گسترده در درون حکومت و بحث ناترازی های وحشتناکی که در همه زمینه ها وجود داره، بودجه، انرژی، محیط زیست، غیره و غیره. بنابراین نخیر، مشکل اقتصاد کشور با سیاست خارجی که طوق بندگی پوتین و آقای شی روسیه و چین رو به گردن داره آقای خامنه ای، ره به هیچ جایی نمیبره. و دیدیم هم این دو کشور تا اونجا که میتونن ایران رو میدوشن و یک قدم مثبت هم بر نمی دارن. حد اکثر مثل بچه، واقعا مثل دوره فتلی شاه و حتی بدتر از اون حکام جمهوری اسلامی رو در عرصه بین المللی هم بازی می دن. آقای سازگارا، مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور جدید ایران در حالی برگزار شد که به جای پزشکیان، خامنه ای در واقع اولویت های دولت جدید رو اعلام کرد. پزشکیان هم که فقط گفته مجری سیاست های خامنه ای هست. بنابراین پزشکیان چه نقشی داره؟ دولت رو آیا خامنه ای قراره که اداره کنه؟ البته مدت هاست که گرداننده همه چیز شخص آقای خامنه ایست، ولی واقعا اجازه بدید من احساس خودم هم عرض کنم. واقعا حال آدم به هم میخوره وقتی این مراسم رو نگاه میکنه. یعنی اولا همه روش ها و حرف ها تکراری، خود تنفیز لغتی که تو قانون اساسی اصل 110 رهبر باید بکنه مغایر رأی مردم هستن. یعنی تا رهبر و ولی فقیه حکم نده، رئیس دولت حق دخالت نداره، به اصطلاح حق اجرا نداره. خود این مراسم که یک چیز حال به هم بزنه، ولی حرفایی هم که توش زده شد، به خصوص من خطابم به آقای پزشکیانه، به نظرم 10 بار بیشتر ایشون تو صحبتش رهبر رهبر کرد، بیشتر از 10 بار هم نظام نظام کرد. و تا الان فکر کنم حتی رئیسی که معروف بود به نوکر خامنه‌ای و نخوچی جیبش، این مقدار برای رهبر سینه چاک نکرد. و بعد از ایشون پرسید، هی تکرار میکنه در چارچوب سیاست هایی که رهبر ابلاغ میکنه، برنامه هایی که رهبر گفته، این بدبختی و نکبت مملکت مال همین کارهایی که خامنه‌ای در این 35 سال کرده، حاصل سیاست های او شده این وضع فعلی کشور. من نمیدونم ایشون با گذاشتن یه چهره دیگه هم مثل خودش که جز مداهنه به رهبر هنری نداره، یعنی آقای عارف، چه وعده ای رو میخواد به این مردم بده و چه دورنمایی رو همین ابتدای کار بخواد ترسیم بکنه. آقای سازگارا، با آقای عارف اشاره کردین. امروز مسعود پزشکیان عارف رو به عنوان معاون اول معرفی کرد، انتصابی که حتی بعضی از هواداران پزشکیان هم به اون معترض هستن. کارنامه عارف به ما چه میگه؟ والا بیل دیک بیل چوغندر، به نظر من اتفاقا این آقای پزشکیان یک کسی رو انتخاب کرده که عین خودشه. یعنی پیشینه آقای عارف کسی است که از همون اولی که از آمریکا برگشت، دانشگاه صنعتی اصفهان، دوستان و استادان ما که استادایی که اونجا بودن همشون یادشونه، با کمیته چی بازی و اطلاعات بازی و آدم فروشی خودشو کشید بالا تو سیستم و بعدن هم همیشه در قبال مردم اون کنار وایستاده، در عوض رفته پاچه‌خواری رهبر رو کرده. ضمن اینکه آدم فاسدی هم هست، پدر همون ژن مرغوبه که پسرش هیچ ابایی هم نداره از اینکه بگه دست توی سیستم اقتصادی کشور کرده، و آدم بی‌هنری که در پست‌های اجرایی هم که بوده هیچ هنری نداشته از جمله وزارت ارتباطات. و به نظرم کاملا فشار خونش اتفاقا به آقای پزشکیان میخوره، و من فکر کنم این اولی انتصاب آقای پزشکیان نشون میده که خودش هم از چه جنسیه،
و در واقع اگر یه هندونه در بسته بعضی تصور میکردن که حالا معلوم نیست تو شیرین باشه کال باشه، با گذاشتن عارف چاقو به این هندونه زده معلوم شده که از چه جنم و چه جنسی. بله، سپاس از شما محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار که از واشنگتن همراه ما بودید.